سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و خوش باشید. در گوشه و کنار دنیا که هستید زنده و سلامت باشید. با کانال آشپزی با باران خوش آمدین و یک سلام گرم خدمت کسایی که تازه به کانال ما پیوستین. دوستای عزیز و هموطنای گرامی، مگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین؟ لطفا خواهشان کانال ما رو سابسکرایب کنید. به حمایت همکاری شما عزیزان نیازمند هستیم. دوستای گرامی، امروز میخوایم که بولانی آماده کنم، بولانی کچالو و بولانی گندنه خالی. امیدوار هستم که خوش شما عزیزا بیاید و مرا تا آخر ویدیو بیننده باشی. خب دوستای گلمیال، مواتای خمیر برای شما یادآور میشم که یک تا خمیر ترش گرفتم، نیم از این اضافه مونم. اگر خمیر ترش خوش داشتین یک قاشق چایخوری. نمک دوستای عزیز، آرد یک کیلو گرفتم، دو الا سه قاشق غذاخوری روغن میگیریم دوستان، سه قاشق بس هستم، آب. البته آبش یکم گرم است، به خاطر گفتم که اگه آب سرد اضافه کنم خیلی دیر میرسه. خب ایره خوب مخلوط نیم تا اینکه خمیر ترش آب شنه. خب خمیر ترش هم را با نمک و روغن خوب مخلوط کردیم. حالا یک کیلو آردی که داریم اول علا کنم دوستا کلن. نظر به تعداد و فامیلتان دیگه. من یک کیلو گرفتم به خاطر که یک رقم بولانی را داشی آماده مونم، یک کمیشه به خاطر که نصف ما روغنی دوست داریم دوستان، نصف ما که هستیم چیز داشی دوست دارم، به خصوص همسر عزیزم روغنی نمخوره بولانی. خب یال خمیر گت مونیم. خب عزیزا دیدین خمیر کدم، خمیرش زیاد نرم نکدم، خمیرش کاملا آماده شد. خب خمیر مدتی یک ساعت باید استراحت بدیم که تا خمیر ما خوب برسه دوستان. مواتای لازم بولانی رو برای شما میگیم که من چی در بولانی استفاده مونم. یک کیلو کچالو پس کدم، قبلا جوش شدم دوستان، پخته شده پست کدم بخاطر که وقت ویدیو رو نگیره. یک کیلو کچالو، برای بولانی کچالو نمک به قدر ضرورت، چهار مساله گرفتم، نیم قاشق چای خوری تخم گشنیز، یک قاشق چای خوری مرچ سیاه، نیم قاشق چای خوری. این را فقط به خاطر بولانی کچالو گرفتم. برای بولانی گندنه خالی دوستا یک گلاس آرد گرفتم، نیم قاشق چای خوری مرچ سیاه گرفتم، نمک به قدر ضرورت. چهار تا از این گندنای کته کته گرفتم دوستا که قبلا ششتم، قشنگ موندم که آبش کاملا خشک شده. یک بسته نوش پیاز گرفتم، اینا رو باید خرد کنم دوستا، کلا ده خرد کن به خاطر ریز شنه عموتون نرم میه دوستا. اگر ریز کنیم دیگه باز عموت یک کمی درشت‌تر مونه. اولتر از همه باید کچالو رنده کنم. البته در بولانی کچالو دوستا میتونیم یک چند قاشق روغن هم اضافه کنیم. خب کچالو رنده کردیم، میبینید این هم روغن است دوستا. در بولانی کچالو میتونین که مرچ تلخ هم استفاده کنین یا مرچ خشک اگه داشتین میتونین استفاده کنین. ما به خاطر دخترای خود مرچ اضافه نکردم، فقط مرچ سیاه اضافه کردم. شما میتونین مرچ تازه هم اضافه کنین که تندتر باید. ما به خاطر اشتکای خود نکردم اضافه. نیم گلاس زیادتر روغن اضافه کردم، میبینید دوستا بولانی که از گندنا آماده مونیم، این نیم گلاس به خاطر مو. حال روغن هم برون سر آتش میلم که خوب داغ بایه. خوب روغن سر گاز موندیم که خوب داغ شود دوستا. خوب این حال پنج قاشق زیره سر کچالو اضافه مون، میبینید دوستا چقدر داغه. پنج قاشق دیگه اش میلیم که یخ شنه باز
ادامه ویدیو. خب یالی ادویجات امی بولانی کچالو اضافه مونیم. اگر دوست داشتیم میتونیم ترکاریم یک کم اضافه کنیم دوستا. خب نیست به بسته نیش پیاز گرفتم که خورد کنم، نیست به بستم کمتر. خب ایرم اضافه مونو. حال مخلوط مونیم موادم. خب دوستای گلم دیدین کاملا مخلوط کردم کچالو رو همراه با نیش پیاز و ادویجاتش را مخلوط کردم. میبینید ایره میتونیم کنار بریم دیگه، بریم طرف گندنه. خب آلی نوبت رسید به گندنه که گندنه را داخل خردکن بندازیم. خب یال گندنه رو خوردونیم عزیزا. ببین گندنه خرد شد. ببین چقدر قشنگ خوردونه دوستا. خب بیرم خرد کردیم. ببینید دوستا چقدر قشنگ خوردونه، نرم موشه ترشه به خاطر که مثل گندنه افغانستان یا گندنه که در ایران آماده ما کردین اونم رقم بولانیش خوشمزه میه. اگر خواستین که خوب بولانی یا مو سبزی که آماده مونین خوب سبز بیه برای بولانی، این سفیدای تره را یا میگندنه را استفاده نکن. دو سه تاش استفاده کردم دوستا، خیلی سفید ماده یک رقم. باز دیگه اینش اضافه نمونم، میشم اضافه نمونم. دوستای گلم تره را کاملا خرد کردیم، روغن ماندیم کاملا سرد شده دوستا. یالی اندازه 1.5 لیوان آب جوش اضافه مونیم دهش. خب ایره باز دوباره سر گاز قرار میدیم که کاملا جوش بیه. خب دوستا میبینید آب جوش آماده کم کم. حالی همی آرده کم کم اضافه مونیم. از روی حرارت بال کدم کم کم آرده اضافه مونیم. مخلوط مونیم. میبینید؟ هم میزیم تا اینکه خمیرش کاملا پخته شد. میبینید عزیزا خمیرش کاملا پخته شده و این حالت در اماده. حال مبریم سر گندنه اضافه مونیم. خب این را سر گندنه اضافه مونیم دوستا. داغ هم هسته. موادهای لازمش نمک بود، مرچ سیاه. خیلی داغ است دوستا، دیگه مواظب باشین. دوستا من کد قاشق نمیتونم گد کنم، هر چیزی که میخوایم آماده کنم باید کدی دست گد کنم، کد قاشق نمیتونم. میبینید قدر نرم آماده دوستا، اصلا ایس نمونه که از این گندنای کته باشه یا گندنه فرنگی باشه. یام برای بولونی گندنه، اینم برای بولونی کچالو. مواد ها رو میلیم دوستا، موریم طرف خمیر. خمیر رو زغالمونیم. این دوستا خمیرش چه قشنگ رسیده، کاملا یک ساعت خمیر استراحت کرده. هیچ خمیر کار نمیریم، اینم تو کم کم از این میگریم زغالمونیم دوستا.
خب عزیزا خمیر زغاله کردیم، خمیرها رو میلیم که کاملا استراحت کنه. تا اینکه خمیر استراحت کنه ما و شما دیگه طرف کار، تا که خمیر استراحت کنه ما ریم طرف دیگه کار خو. خمیر میلیم که کاملا استراحت کنه. خب خمیر ماندیم که کاملا یک 5 دقیقه ور استراحت کنه. یاری موریم دوستا ماست که خودم در خانه آماده کردم، دوغ میخوایم آماده کنیم که بر بولانی دیگه دوغ حتما باید باشه. میبینین ماستشه چقدر ماستش خوبش هم ده دوستا. حالا یک چند قاشق قضی میگرم که دوغ آماده کنیم. واو میبینید دوستا چقدر ماستش خوبش هسته، قدر ترش هسته دوستا که پرسان نکنید. ما با قصدن مایه شیر از زیره کم زیادتر انداختم به خاطر گفتم دوغ موغ آماده مونیم خوب ترش بایم. این همین قدرش بسه به خاطر که دوغ زیاد تیره نشنه. باقی ماندهش موبریم پس در یخچال قرار میدیم. یک و نیم قاشق چای خوری نمک اضافه مونم داخلش. میبینید اینم نمک، آب، خوب را میکسونیم دوستا دیگه که انگار بگه که دوغ بازاری است. خب دوغ آماده کردیم، حالا کم خیار ریزه مونیم یا می بادرنگ. یا مخلوط مکدن به این شکل بادرنگ ریزه مکد دوستا که خوب ریز شنه. دوغ هم بریم داخل یخچال قرار میدیم دیگه به خیر. ما این بولانی را آماده مونیم. ببینید دوستا چه دوغی، او هم ترش. خب اینجا را من باید پارچه آور کنم دوستا سر اجاق گاز رم و خاطر که بولانی را که جور کنم باید طرف بیچینم. خاطر که بولونیا رو بچینم جا نداریم که کجا بیلوم دوستا، اگر روی زمین بیلوم اشتکدار آدم اشتکا نده و لینه کنه. خب دیگه دوستا بخیر کم کم بولونی رو شروع مونیم. میبینید دوستا خمیر آوار کردیم. اولم بولونی کچالو رو آماده مونیم. خب مواد های شوار مونیم. بله ببسته مونیم بولونیا را. خب بیرده اینجا قرار میدیم دوستا به خاطر که رویش هم یک چیز باید آوار کنم. خب ببینید دوستا این دفعه بولونی گندنه را جور مونیم. اینج مایه. خب ببینید دوستا این دفعه بولونی گندنه را جور مونیم. زندگی که دادین در ایران که گندنه می گرفتیم جور میکردین و مرقم خیلی نرم خوبشم در گندنش. از بولونی گندنه که درست کردم میرم مبریم طرف قرار میدیم. وار کردیم
دوستای گلم، ما بولانیا را آماده مونم. باز دوباره برای شما عزیزا ویدیو رو میگیرم. با ادامه ویدیو دوستای گلم، خب دوستا میبینید بولانیای کچالو را کاملا آماده کردیم. امروز با 3 تا بولانی گندنه، البته یار داشی میخوایم پخته کنم. داشم روشن کردم دوستا و دمای 250 درجه، فقط طبقه بالای داش روشن کردیم. میبینید از سینی داش داخل داش اشتم که یکمک داغ شنه، به خاطر که باز بولانیا رو که داخلش بلیم نمیچسبه. خب دوستای گلم میبینید سینی داش کاملا داغ کردم، بولانیا رو داخلش میلیم. به خاطر که بولانیا خشک نیه، داریای بولانی را کم کم آب میگریم به خاطر بولانیا خشک نمیه. فقط طبقه بالای داشت روشن کدوم. خب یاله ما بریم داخل داشت. دوستا بولانیا را که کشیدیم دوباره برگردان مونیم. دوباره کم کم آب ای طرفشم میزنیم. بازم دفعه ای طرفش مبریم داخل داش قرار میدیم. میبینید دوستا اینم بولانیای کچالویی که از داش کشیدیم. یک دانه هم از سبزی بوده که از داش کشیدیم. با ادامه ای ویدیو دیدین روغنم داغ شده، بولانی رو کم کم اضافه مونیم. بولانی هایی که در داش پخته کردیم خلاص شد. نوبت رسیده به بولانی هایی که در روغن پخته مونیم. خب یال بولانی رو در میاریم. خب دوستا دیگرش هم به می ترتیب پخته مانیم. خب دوستای گلم دیدین که بولانیا را آماده کردی. من بولانی کچالو، هم بولانی گندنه خالی، هم تاوهی، هم روغنی. ببینید دوستا این هم بولانی که در داش پخته کردیم که کچالو همسر عزیز ما که هست بولانی کچالو دوست داره دوستا، و همونطور تاوهی دوست داره. این هم بولانیه که با گندنه بودک آماده کردیم. البته ما کدک چند تا دخترم روغنی دوست داریم، روغنی آماده کردیم که هم از بولانیه روغنی. میبینید دوستا همراه با چکنی و دوغ. البته دخترایم امی که ما پخته کرده رفتم دخترکایم خوردن، به خاطر که صبح 7 بجه ترمین دارن در دکتر، به خاطر دندانایش هستیم پیچیمونه دیگه. اونا رفتن خوابیدن، منتظر همسر عزیزم هستم. این هم دوغ است دوستا که با هم آماده کردیم، دوغ هم را با بادرنگ. خب دوستای گلم بولانیه را که آماده کردم، همسر عزیزم هم از سر کار آماده. آله نوشی جان مونه برای شما میگه که چی رقم هم ده؟ بله عزیزای دیل، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شما عزیزای دیل. همسری عزیزم دستش در نکنه عزیزا، در این ماه مبارک رمضان برای ما زحمت کشیده و همچنان برای شما خوبان دو نوع بولانی درست کرده که هم با سیب زمینی و هم با گندنه یا تره. دستش در نکنه عزیزای دیل و حالا ببینم که کدامش به نظر ما خوشمزه تر. من خودم تابانم و کچالو دار چه سیب زمینیش دوست دارم و از جای دل بازم ببینم چه رقمی است با همین چکنی. در این ماه مبارک رمضان جایتان خالی از جای دل. به به چی یک میچست پس از اونم که بعد افتاری گوشنم که باشی. آره ری در این ماه مبارک رمضان خدایش دست در نک نزید دل نوشی جان نفس.
جای دل ببخشید جایتان خالی مایت میخورم، اگر دوربین هم بود شاید من شاید بخوام کدم هیچ با گنده نبود از جای دل بم که تو از کچالو دارشم بخورم سبزمانی دار وید که طبق مایل خودم است یه نشای زای دل به خوبی به با همین چتنی وطنی خدایش میچسبم اونم بولامی به خوشمزه خب دوستای عزیز میبینید همسر عزیزم هم نوشی جان که جای دخترای خوشگلم خالی امشب سر سفره ما اونا رفتن خوابیدن بله دیگه عزیزم بیچارا صبح ترمین دارن ترمین دکتر. دوستای عزیزم اگه خوش شما آمده خواهشم ویدیوهای ما را لایک کنید و ویده دوستایی که تازه به کانال ما پیوستن دوستای عزیزم کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.